سقوط ولسوالی معروف ولایت کندهار به دست طالبان. منابع در ولایت کندهار به رسانه ها گفتند که گروه طالبان شب گذشته پس از حمله گروهی موفق به تصرف ولسوالی معروف ولایت کندهار شده است. آمر امنیت این ولایت میگوید که آنها از ولسوالی معروف ولایت کندهار عقب نشینی تکتیکی کردند. در این حمله 12 منصوب پلیس جان باختند و به شمول رئیس پلیس منطقه‌ای این ولسوالی 4 تن دیگر زخم برداشتند. پس از ترور جنرال رازق فرمانده پیشین این ولایت، این نخستین بار است که طالبان موفق به تصرف یک ولسوالی در ولایت کندهار میشوند. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان جهانزیب شریفی، آگاه مسائل سیاسی نظامی، و جنرال محمد رادمنش، سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی، اینجا با من حضور دارن. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای رادمنش، قندار از جمله ولایت‌های امن در کشور به حساب میرفت. فکر میکنین چطور طالبان موفق شدن که یک ولسوالی مهم در ولایت کندهار را تصرف بکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر جناب آقای شریفی و همه مردمی که صدای ما را میشنوند. سلام. ببینید، در اردو به اساس دکترین امنیتی باید وظایفی که برش داده میشه به اساس امکانات، تجهیزات، تسهیلات و وضع مدیریت داده شود. و او که منطقه مربوط پلیس بوده و پلیس از اونجا عقب نشینی کرده، علتهایش باید سنجش شود. علتش اساسا این هست که یک وقت از همین تریبیون ما گفتیم که در ولسوالی معروف تیارات که ناشناس است در اونجا نشست کرده و این تیارات که در اونجا نشست کرده مواد صحیح اعاشه و چیزا رو پایان نکرده، چیزهای رو پایان کرده که بتوانند ولسوالی را به نفع استخبارات منطقه به چالش بکشانند. ولی پلیس، امنیت ملی و همچنان وزارت دفاع در اونجا به او سلاحهایی که لازم است تجهیز نشدن و قطعات به او شکلی که لازم است تعبیه نمیشوند، فقط در ولسوالی می باشند، وقت خود تیر میکنند و بالاخره ایاشه و تجهیزات برشان نمیرسد. مجبور هستند که تعداد جور بیایند همراه مخالفین و تعداد هم جنگ بکنند. وقتی که در بین قطعه به این شکل مدیریت پراگنده میشه، این حتمی هست که پیامد شمیست که ولسوالی از دست پلیس بیرون میشه و بالاخره در اونجا مخالفین قدرت میگیرن. ولی همین اکنون هم در اطراف ولسوالی جنگ است و به حساب وضعیت تاکتیکی تغییراتی آمده. من متیقین هستم که نیروهای دفاعی با کمک از یا میشتبند. ما امیدوار هستیم که به شکلی که حالا رقم خورده وضعیت تغییر بکنه. آقای شریفی، شما دلیل سقوط ولسوالی معروف ولایت کندهار را در چی میبینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام اونی که هیلی تاستا جناب جنرال سیبتا او صاف طریق طولو لیدونکو محترمتا گوری جناب رزقیار سیب، ما با بار بار ویلی دی چه دری اساسی نقصون از بنگ افستاس و پا نظام که موجود دی. اول، عدم تعلیم و تربیه درست تر هر حقا چوک چه پا نظام که خصوصا پا امنیتی قواهو که کار که باید تعلیم و تربیه به شکل ده اساسی تعلیم و تربیه شی تر چو ده پا وجه اسان او پا شکل اساسی دفاعو که. دوم، عدم امکانات تجهیزات. تجهیزات مونږ تاسو اوس ګورو په فعلي اردو کې، په فعلي فلوسو کې او په سایر امنیتي قواو کې تجهیزات نشته. دریم، نبودن د مدیریت دی. مونږ تاسو په ډیر په شکل اساسي سره د عدم مدیریت سره مواجه اوسیږو. مونږ تاسو ګورئ دلته جناب جنرال صاحب محترم ناست دی، دا سابقه دار د نظام ده، قوای امنیتي کې کار کړی ده. تجربه مور د علمو ده، ولی متاسفانه زمنګ استاد امنیتی قوا په اساس د صلاحیت سیاسی، په اساس د تقسیم د قدرت چې دوی په خپل خریتو کې لري، دوی نه شایستګی ته ګوري، نه د دوی تجارب ته ګوري، نه د دوی هغه ظرفیت ته ګوري، او هغه مدیریت دوی ته په لاس ورکوي چې هغه مدیریت ډیر سنگین مدیریت ته، ډیر مسئولیت بار مدیریت ته. دلته د انسان د وینې په ارزښت باندې د دوی ته په لاس کې ورکول کیږي، ولی متاسفانه
دغه زمنګ استاد سیاسون دغه ټول نادیدنه سي او مدیریت هغه چاته پلاس ورکي چې هغه حد اقل په الف بعد نظام د سکریټ فکر کوي ضعف د مدیریت په قندار کې لامل دي سوې چې دولت ولې سقوط وکي ګوري جناب جنرال صاحب رازق د خدای پاک وو بخي هغه ک اساسي منصبدار او کنو ولې بل اخر دومره تجربه درلودله چې د ابتدا د نظام نه شروع کړي و پینزلس کلنه او الا نهایت شل کلنه تجربه ده پر نظام کې دلودله د هغه تجربه چې د یو اساسی مدیر د پاره لازمه ده که د علمی لحاظنو دی په تیوری لحاظ باندې د هغه تجربه حاصل کړي و ولې بدبختانه ګوري د نظام چوکی دوی باید میراثي فکر ونه کی دا موږ منو چې هغه د وطن د پاره قربانی ورکړه هغه یو شخصیت او دا هغه وینه د ټول ملت ته د قدر وړ ده او دا هغه قربانی به څوک نه فراموش نه کی ولې بدبختانه چې د ورور چې حداقل دا په یو دوه د نظام د عسکري باندې نه پوهیږي سوق اداره خو پرې ده دته مستقیم رتبه ده سیاسی د نظامی ورکول کیږي او سوق اداره د دس یو ولایت ورته په لاس کې ورکول کیږي چې هغه ولایت زمنګ او استادو ډیر د سرحدي پوله د هغه گاونډي هواد سره لري چې بدبختانه د افغانستان تقریبا په سوله کې اویا ناخواله ټول د همغه گاونډي هواد نه ور سره ولاړ دي خغلی په تدین سره اوس د ولسو غوښتنه هم دا بل اخره ولسمشر راغی امیر رتبه ورکړه امید قندار امنی قومندان که کده خغلی تدین پیواز بل څوک وای فکر نه کوي چې وضعیت به تر دې هم ډیر بدتر و ګوري د ولسو غوښتنې ته په احترام ولی دا زموږ استاسو سیاسون ته په کارو چې هغه ولس ته قناعت ورکړی وی دا موږ نه وایو چې ولې تدین صاحب دلته قدرت یا صلاحیت د سیاسي ورکه ده کولی شو چې په نور چوکاټ کې په نورو راستو کې سیاسي ورکړی و نور دنه پورته چوکۍ مقام به ورکړی و ولې باید ولسمشر که هر څوک د ده په تقرر کې لاس لري دوی باید ټول همه جانبه ارزیابي کړی وی او دغه قناعت یې حداقل ولس ته ورکړی وی چې د نظام او د یو ولایت کنټرول په نظامی قدرت باندې او د نظامی پوهه د سړي سره مطلقا نشته. آقای رادمنش قندار از جمله ولایت های امن وقتی آقای رازق زنده بودن به شمار می رفت و از جمله ولایت های بود که طالبا بیشتر می توانستند حداقل حرکت های کوچک نظامی داشته باشند. حالا پس از اینکه آقای رازق ترور میشه وضعیت در قندار این گونه میشه که طالبا موفق میشه حمله تهاجمی بکنه به یک ولسوالی و یک ولسوالی را تصرف بده، چگونه شما پیوند می تین ترور آقای رازق را با ناامنی ها در قندار؟ ببینین وقتی که نیروهای دفاعی و امنیتی بالای ولسوالی غورک فعالیت‌های محاربوی را تنظیم کردند، از ولسوالی غورک تعدادی از گروه‌های دشمن عقب نشینی کردند، به محل رفتند که اونجا توجه دولت کمتر شده بود. یعنی مسئله معروف ولسوالی بسیار مهمی است که در سرحدات کشور است، ای باید محکمتر از ولسوالی غورک محافظه میشد. خب آقای تادین خان که فعلا در اونجا هست و رتبهش تورن جنرال تثبیت کردند، از نظر نظامی اقدر اهمیت نداره به ای که در داخل خود ولسوالی چی نوع مدیریتی در اونجا بوده. خب رأس مدیریت ولایت باعث میشه که در ولسوالی مدیریت بهتر باشه. اساساً چی تأثیرات داره که میتونه ولسوالی را به سقوط مواجه بسازه؟ اول پسته های ولسوالی چی گونه بوده؟ از اول پسته های ولسوالی در وقت آقای رازخان هم جمع شده بود فقط در داخل ولسوالی و اطرافش جابجا بودن. دوم تأسیساتی که در اونجا بوده چی شکل محافظه میشده؟ تدارکاتی که در اونجا در نظر گرفته شده چی گونه بوده؟ آیا همین مردمی که در اونجا بودند چی نوع روابطی با گروه‌های مخالفین داشتند؟ از نگاه استخباراتی در اونجا چی گونه معلوماتی برای ولسوالی همیشه تعطی می‌شده؟ من متیقین هستم که مطالبی که در اونجا هست مدیریت، تجهیزات، تسهیلات و همچنین دغه فعالیت های استخباراتی در اونجا بسیار مهم بوده که یا در نظر گرفته نشده بالاخره باعثی شده که راه ها را بند کردن، تیاره هم از فضا در محل نشست کردن نمیتونست و مدت زیاد اینها به می شکل بودن. اما شما پیشتر گفتین که تیاره نشست کرده بود، تیارهای دشمن نشست کرده بوده. خب چرا ما نمیتونیم تیاره ما نشست کنیم؟ وقتی که دشمن به همین شکل وضعیت ولسوالی را از نگاه تاکتیکی به شکل تغییر بده که همه
مسائل در اطراف تعمیر اولسوالی و بازار اولسوالی باشه، بالاخره یقینا در اونجا چالش های وجود میاد که چالش های یقینا از اثر همین چیزایی بوده که ما گفتم و اولسوالی فعلا سقوط نکرده، مگر از محل و طالبان جای دیگه رفتن در طالبان. خب ما امیدوار هستم که دوباره نیروهای دفاعی در اونجا میروند و وضعیت را در اونجا تغییر ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. بیا هم خرغلاس شریفی سه. خب سید عبدالتاب امنیتی ستونز است، برادمنش سه بمرته اشاره درلوده مخکې سی پوسټي ستونز لري، تعلیم و تربیه نسته او دا مسائل. یو بل سیاسی خبر هم ده د قندار ولایت خلته خغلی رازه قم زوندای و ډیر زله بيدا ویل چې دننه کړی ستا چې غوړی قندار ولایت نام نه کی وسم داسې ګنګوسی ستا چې در رقم کارونه کیږي او دننه سیاسی لاسونه غوړی قندار ولایت نام نه کی. دینه مخکې چې ستاسو سوال تراشم زه باید یو څو نقطې دلته بل اشاره وکم. ګوري جناب جنرال صاحب مخکې یو نقطې ته اشاره وکړه چې د تورن جنرالي رتبه د سیاسي چې فعلي قومندان امنی د قندار ته ورکول شوې ده دا تاثیرات نه لري. اصول د عسکري ټول قواعد پیګري کوي د امیر عطا نه، د امیر عطا نه چې کومه سلسله جریان پیدا کوي تر آخرین قدمه پورې، یعنی رول اساسی په مدیریت کې امیرین د عطا لري. که چیرته امیر د عطا خبرده اوسیږي، امیر د عطا په اصول دسپلین باندې پوه نه شي، که چیرته امیر د عطا سوق اداره نه لري، بس لاندې خپل مادونان او د لاس لاندې خلک نشي کولی شي کنټرول کړي. دا غټه مثال موږ تاسو د عبدالله صالح ولیدل چې په نهه ویشت ورځو کې وخت چې دا به اداره و ده غوښتل چې په حقیقت سره فعالیت وکړي، تاثیرات یې موږ تاسو ولې د ښاغلي صالح خبرې ډېرې تر یو فلمه پورې پاتې کېدی. راغی هسې شعارونه یې ورکړل. د مدیریت ده، په مدیریت تاثیرات موږ تاسو په کابل کې مولید، موږ چې شمدي ډېر مسائل دلته ولیدل، دا چې فلم او سیاسي معنی ورو چې هر څو هغه جدا مسله ده، ولی په اساس د مدیریت باندې راځو. راغلم دلته ګوري موږ تاسو بدبختانه په افغانستان کې جزایر د قدرت لرو، وړې وړې جزایر دي، لکه په مزار شریف کې یو جزیره د قدرت ده، په قندار کې سابق یو جزیره د قدرت وه، چې حتی سوق اداره د مرکز نه ورته ناممکنه وه، اکثریت فرامین د مملکت د مشر د رئیس جمهور نه منل کېدل. دا ډیر مسائل دي چې دلته جزیرې کوچنۍ کوچنۍ د قدرت وي. د قندار مسله حاضر قیاس همداسې یو مسله ده. ګوري دلته سیاسي لاسوهنې هم دي، بیرونی مداخلات هم دي، در هغه ممالکو مداخلات دلته دي چې هغوی پکې خپلې ګټې ګوري، خصوصا د قندار غوندې یو ولایت چې هغه سرحدي ولایت ده. او په حقیقت سره دلته ډیر هغه مسائل دي چې فکر کوم هم تاسو او هم لیدونکي په دې مسائلو باندې ټول پرې آګاه دي. مواد مخدر ده، د وطن په سیاسي تصامیمو کې لاسوهل دي. ګوري اوس موږ تاسو په دې ښه آګاه اوسیږو، والی معرفي شوی دی، مګر د خلکې نه پرېږدي چې ولاړ شي. در حال چې رئیس جمهور منتخب رئیس جمهور ده، د ولس د خوانې رایه اخیستې ده، چې هر څه ده چې هر څه ده، ولې رئیس جمهور ده فعلا، یعنی وایي سیاسي کړۍ لاس ولي د قندار طبيعي 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 ده چې دلته سیاسي کړۍ لاس هم ده. په یو نحوه غواړي چې خپل شخصي صلاحیت، خپل شخصي مغرضانه اهداف په هماغه ولایتو کې پلي کړي تر څو دوی خپل شخصي ګټو ته ورسیږي. ولې بدبختانه چې د ملت اه، د ملت ناره او د ملت درد ته څوک نه ګوري. مننه. خیرالدمنش، یک بحث دیگه ګرم شدن هوا است. خوب می که هوا ګرم میشه، پیام اولشی است که ولسوالی معروف ولایت قندهار سقوط میکنه. شما فکر میکنین اگر چند روز دیگه بگذره و آمادگی هم طالبا گفته میشه که گرفته به خاطر عملیات های بهاریشان چی خواهد شد؟ وضعیت سیاسی در کشور نوع است که دولت خب به بعضی مسائل یا شریک نمیشن و یا که قدرت ها او را شریک نمیتن و یا بازی های هست که گفته میشه که شما اگر ما میخوایم شما حاضر نشوین، یعنی طالب ها حاضر نشدن که با دولت مذاکرات بکنن. و در اینجا هم دولت وضعیت را باید طوری مدیریت بکنه که از وضعیت سیاسی که در منطقه و دنیا روان است عقب نمانه. باید موازی با فعالیت های حرکت شبکه آقای خلیلزاد در منطقه او ادامه میده. ولی توان را داره حکومت افغانستان دقیقا؟ باید داشته باشه. اگر نداشته باشه، ما فکر میکنم که بازی ها طوری سازماندهی میشه که بالاخره دولت آماده شو. اگر آماده نشو، مردم برش بگویند که باید آماده شو. به چی آماده شو؟ برای اینکه حکومت را به طالبان واگذار بکنه؟ اینطور است که دولت
همیشه مال همه مردم است، نه مال یک گروه یا سیاسی یا گروه مدنی یا سازمان اجتماعی. فعلا در افغانستان طی 18 سال محصول که برای کنگره ایالات متحده آمریکا و یا به مردم ایالات متحده آمریکا ما ایراد بکنیم نداریم. او چی است؟ او صلح است، او با آینده سرمایه گذاری است که در افغانستان باید انجام شود. ولی تا اکنون همینطور یک محصولی را امریکایی‌ها خصوصا که کنگره و سیگار متوجه از این مسئله است مشاهده نمی کنند. فعلا از دولت امریکا و از نظامی های امریکا خواسته شده که خب 18 سال چه تعداد پولی که در افغانستان مصرف شده یا از طرف امریکایی‌ها یا از طرف ای که ما برای اردوی افغانستان کمک کردیم چی از مسئولش؟ بالاخره مسئولش چی است که او روز ولسوالی معروف جای خود تغییر میده؟ و یایی که وضعیت امنیتی در فاریاب و در هلمند، در اورزگان و در فرا و در غزنی خراب میشه؟ پس برای از یا گفته شده که وقتی که دستاورد ندارن باید یک چاره سنجش شود. این چاره چی است؟ او چاره ای هست که باید در افغانستان صلح بیاید. وقتی که شما ارائه میکنین که جنگ در افغانستان به بنبست رسیده که ما به این قطعا موافق نیستم، به خاطر از این موافق نیستم که طالبان اکمالات شدن از طرف هر کس که شده و اردوی افغانستان هم به اون شکلی که لازم است اکمالات نشده، این یقینا که اینجا بلانسازی شده یک سناریو جریان داره و در بلانسازی یقینا جنگ با بنبست میره. بنابراین بنبست چطور ما میتونیم تغییر بدیم که 5000 از طالبان رخصت از زندان بیرون کنیم و اضافه از 7000 از اردو و از پلیس تقاعد بدیم؟ این بیلانس است. و یا اینکه طالبان ما همون سلاحی داشته باشه که ما داشته باشیم، این بیلانس است. ما باید قوای هوایی که راکت داشته باشه، دافع هوا داشته باشه، تیارات شکاری، بمبارد، کشف، استخبارات و رادار داشته حتماً باشه. قوای زمینی ما باید طوری باشه، تانک داشته باشه، زریپوش داشته باشه، ماشین معاربی، بیم 21، بیم 40، راکت های متنوعی داشته باشه. ما ببینیم که با چطور در افغانستان امنیت نمیاد. تشکر. ما را همینطور ساختن تا ای که بازی ها انجام شود. و این بازی ها یقینا به نفع مردم افغانستان نیست و باید ایره دولت متوجه باشه که به نفع مردم افغانستان تغییر بدن. اگر صلح هم میاد باید دگی دستاوردهایی که در 18 سال به وجود آمده این دستاوردها محافظه شد. شریفی صاحب، زمه یو خه چانسی اغا اردوگانو تا چه دقل پا ملک جنگ یو خه حکومتونه ده زمینه ده سره اوانه خه گرت اخلی او مخالفین سرکوبه یه غزه که چه طالبان اغا امکانات ده افغانستان پاوز لری یا هر اغا بل پاوز چه لری ترهگر یا مخالف دلی نلری پا افغانستان که چونه ده زمینه سمه گرت واخستل سوا؟ یوه نقطه ته باید اشاره وکړم. د دولت پورې اړوند څه چې کارونه او فکر کوم د ستاسو د رسنیو د طریقه مونږ ولیدل چې دولت دلته عملیات وکړه او دلته عملیات وکړه او دلته عملیات وکړه. زه خپل د تګاب ولسوالیم د کاپیسا ولایت په دغه ژمي کې د پیهم عملیاتو د وزارت دفاع او د مشترکو قواو شاهد یم. یعنی عملیات څه وي؟ عملیات څه وي؟ ارقم لازم عملیات باید ولسوالیانو تصرف شوی وای د طالبانو. همدې نقطې ته راځم. ګوري عملیات وشوه په شکل د حقيقي عملیات وشوه او په امع خپل وخت کې مؤثر تمام شو. په عین وخت کې چې دوی د جریان د عملیات کې ولې یو نقطه ته ما بار بار ویل دي بار بار ویل دي چې ګوري تاسو زه خپل د ولسوالۍ چون شاهد حالې ما وغځه کې روابط لرم او خپل خپلوان مې دي دغه ځای نه کولای شم چې ښه تصویر رایت کوم. خلق ما واره کړ په دغه ژمي کې ماشومان کوچنیان خلق د خپل کلی کور لرګی نه بل نه بل نه بل اخره په همدې سړه هوا کې راغله د یو چتر د یو تکی لاندې زندگی شروع کړه. چې مشهورترین کلی د تګاب ولسوالۍ کې د بدراب قریه یادیږي چې دلته د طالبانو اساسي ځاله وه دوی د منځه یوړه. ولی بدبختانه نه پوهیږم چې دولت دلته کم تصمیم لري یا کم سناریو غواړي چې د خلکو په مخ کې وړاندې کی یا کم شوم اهداف دي چې دغه اهداف باندې تر اوسه پورې د دولت مونږ پوه نه شو چې هغه ځای کې عملیات دوی وکړي او بیرته د څلیر ساعتو په آینده کې دوباره دوی عقب نشینی کوي او هغه ساحه پرېږدي. ساتلی نسي هغه کومې سیمې څه نه ساتي. ساتلی څنګه نشي؟ ګوري پر هر مملکت کې په هر ځای کې یو چا خپل اجنډه ورپوله او هغه دولت په رسمیت وپیژندل شو په لهذا هغه د هر نوع امکاناتو برخوردار دی البته په خپل موقعیت کې په خپل هغه ظرفیت باندې.
طالبان دومره وسنه لري چې د امنیتي قواو سره باوز دي چې امنیتي قواو تجهیز نه دي، تعلیم و تربیت درست نه دي، ولې بیا هم څو نومې دولت ده امنیتي قوا په چارچوب د یو اساسي میکانیزم چوکاټ کې کار کوي. فلهذا دوی کولای شي چې ټول منسجم بسیج عملیات تر سره کړي، او طالبان د دې قوت نه لري، د دې توان نه لري چې دوی سره مخامخ جګړه وکړي. بیا هم دولت موافقه ده په خپل کار وکړي، ولې دا چې بدبختانه دوباره هغه عملیات چې تر سره کړي ساعت تصفیه کړي، ولې بیرته خوشتي کوي دو قصد څه ده؟ دا امنیتي ځواکونه وژني؟ ګوري خلک اواره کې دي سیمونه. دلته هدف څه ده؟ یا دا د یو بیرونی پروژکت یا پروژه ده چې غواړي فقط د مصارف او د تیرولو د فاره یو نمایشي تحرکات وکړي، او دې هغه کومه سوژه او ډیالوګ چې خپل په مغزو کې لري او کومه خریطه لري چې خپل سیاسي اهداف دلته خپلې کې یا به د دې په اساس وسیږي. نور داسې کوم معجزه دلیل موږ نه ګورو چې دوی ولې په کوم اساس کې تشکیل شته، پرسونل شته، اندکه امکانات تجهیزات کې دي شته لري، ولې دلته بیرونی لاسونه، بیرونی قدرتونه صلاحیت نه غواړي چې دغه کوم لاسته راوړنې چې دي دا په شکل د اساسي دلته بقا پیدا کړي، ځکه دا غوي خطرات دي دلته په دغه اساس باندې دوی بیرته عقب نشینی. آقای رودمنش، خوب با گذشت هر روز هوا بیشتر گرم میشه و باید نیروهای امنیتی افغانستان هم آمادگی داشته باشن، چون احتمالا تحرکات طالبان هم بیشتر میشه. قسمی که شما بیشتر اشاره کردین بحث صلح هم در جریان است. بالاخره چی گونه ما باید آماده جنگ باشیم؟ فشرده آمادگی برای جنگ متاسفانه چون مدیریت هم نوع شده که کمی ضعیف است، سلاح و تجهیزات هم انقدر با قوت نداریم و دشمن هم در بین مردم جا به جای هست. ما باید توسط استخبارات بسیار قوی که باید به وجود بیاید، ما از تحولاتی که در داخل قریه ها وجود میاد به نیروهای دفاعی و امنیتی گفته شود، ما تا قوی نشویند همیشه پایمال هستیم. ببینین در روسیه، ببینین در امریکا، ببینین در پاکستان، در ایران، ببینین که قوت های از یاد چی گونه دارای تجهیزات هستند، چیگونه قدرت ماناور دارند. ما اگر قدرت ماناور پیدا نکنیم با این سلاحی که فعلا ما در طول 18 سال ایره ما استهلاک کردیم، با این سلاح دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال مشکل است. و مهم است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان هر چی زودتر به خاطر پروسه‌ای که در جریان است از نگاه سیاسی و نامش صلح میمانند همکاری بکنه، پیشنهادات خدای را بکنه. ممنون. تا بالاخره سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.